بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه های گذشته راجع به مسائلی که مهم بود و مؤثر بود در امر مجاهدت با نفس، روایاتی از اهل بیت علیهم السلام ذکر شد با موضوعات مختلف و گوناگون که همه اینها برای رسیدن به این امر مهم و آن مبارزه و جهاد با نفس انسانی هست بسیار مؤثر است. آخرین مسئله را که عرض کردیم خدمت دوستان، مسئله گریه و التجاء به درگاه خداوند متعال و اینکه انسان سرش را بر زمین بگذارد در مقابل قدرت خدا، عظمت خدا و جلال و جبروت خدا تسلیم باشد و برای خود جایگاهی را قائل نباشد و در مقابل حضرت حق گریه کند از خوف و خشیت خداوند متعال. یکی دو تا از روایت دیگرم در این زمینه و در رابطه با این موضوع مهم خدمت دوستان عرضه بدارم. روایت منقول از آقا امام باقر علیه السلام هست، از ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال: ما من قطره احب الى الله عز وجل من قطره دموع في سواد الليل. آن قطره‌ای در دنیا در جهان نیست مگر اینکه نزدیکتر باشد و محبوبتر باشد نزد خداوند متعال، مگر از آن یک قطره و یک دانه قطره‌ای که در نیمه های شب، در تاریکی شب در درگاه خداوند متعال سرازیر شود. مخافت من الله لا یراد بها غیره، و آن هم با این کیفیت که از ترس خداوند متعال باشد و مسئله دیگر دخیل اون نباشد، یعنی خالصا مخلصا برای خداوند متعال از ترس خداوند متعال در نیمه های شب ریخته شود. این در نیمه های شب این عشق سرازیر شود حتی یک قطره، این کنایه از اون کسی است که حتی هیچ کس از او اطلاعی ندارد. در نیمه های شب بینه و بین الله یک قطره آبی، اشکی از چشمان او سرازیر شد و کسی از آن مطلع نبود و نیتش فقط خداوند متعال بود. روایت دیگر از ابن ابی عمیر عن رجل من اصحابه قال: قال ابو عبد الله علیه السلام: اوحى الله الى موسى علیه السلام ان عبادي لم يتقربوا الي بشيء احب الي من ثلاث خصال. خداوند متعال به کلیم الله حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وحی فرمودند که بندگان من به من نزدیکتر نشدند مگر به محبوبتر و نزد من محبوب نیست مگر از یکی از این سه مسئله و سه امر مهم. لم يتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال. با سه چیز انسان میتونه بسیار به خداوند متعال نزدیک بشود و این سه مسئله و خصلت محبوب خداوند متعال هست. قال موسی: یا رب و ما هیه، چه چیزی هست اینها ای خداوند؟ قال: یا موسی الزهد فی الدنیا والورع عن المعاصی والبکاء من خشیتی. یک، این که انسان در دنیا زاهد باشد. دو، این که متقی باشد، پرهیز کند از ارتکاب گناه. و مسئله سوم، بکا و گریه از خشیت و خوف الهی. حالا بین خشیت و خوف فرقهایی هست که ما در اینجا در مقام بیان اینها نیستیم. علما در مقام خوف و خشیت فرقهایی رو قائل هستند. قال موسی: یا رب فما لمن صنع ذا. خدایا، خب این سه خصلت محمود نزد شما و محبوب نزد شما بسیار خوب و کسی از بندگان خدا به نزد شما تقرب نمی جوید محبوبتر از این سه، به یکی از این سه خصلت. خب حالا حضرت موسی سوال می کند: خدایا
اگر کسی این سه را انجام داد و این خصال رو برگزید، خلاصه برای او چه هست؟ خداوند متعال میفرم فوح الله الیه یا موسی اما الزاهدون فی الدنیا ففی الجنه، جزا و اون پاداشی که برای زاهد در دنیا من قرار دادم، این که بهشت رو گوارای وجود او میکنم. و اما الباکون فی الدنیا یا البکاون فی الدنیا من خشیتی ففی الرفیع الاعلا لا یشارکهم فیه احد، اما کسانی که از ترس من، از خوف و خشیت من اینا گریه کردن در دنیا، اینا در رفیق اعلا، اون بالاترین مرحله آنجا نزد من هستن و کسی شریک و همراه اینها نیست. و اما الورعون عن معاصی معاصیه فانی افتش الناس ولا افتشهم، اما کسانی که پرهیز میکنن از گناه، من اینها رو مورد مؤاخذه و حساب و کتاب نمی کنم و در روزی که همه رو حساب و کتاب می کنم مگر متقی، مگر پرهیزکار. خب پرهیزکار مشخص است، چون گناهی ندارد، چون جرمی مرتکب نشده، گناهی ذنبی مرتکب نشده، خداوند متعال از او تفتیش نمی کند، اونو سوال جواب نمی کند، حساب نمی کند. چرا؟ چون کاری نکرده است که حساب و کتاب بکند. فانی افتش الناس ولا افتشهم، خب این تفتیش و این پرسجو هم در او ممکن است در روز قیامت یک مسئله برملا شدن مسائل هست در درگاه احدیت روز قیامت، یوم تبل السرائر، روزی که این اسرار مشخص می شود، نمایان می شود. چه روزیش؟ در روز قیامت. اگر کسی متقی باشد، پرهیزکار باشد، خداوند متعال از او به این کیفیت سوال جواب نمی کند که آن چه مخفی بوده، آن چه سر و راز بوده برملا بشود در روز قیامت. و خدای نکرده، خدای نکرده انسان مفتضح و آشکار بشود در روز قیامت. خب باز یکی دیگر از مسائلی که بسیار مهم است در این زمینه، در باب مجاهدت با نفس، این که انسان نفس خودش را ذم کند. یعنی چه؟ یعنی این که هی بر نفس خودش بگوید ای نفس، تویی که در مقابل خداوند متعال سرکشی میکنی، هی این نفس را بخواهد تأدیب کند، مؤدب کند، هی به این نفس تشر بزند. روایت از آقا امام کاظم علیه السلام هست، موسی بن جعفر سلام الله علیه یقول ان رجلا فی بنی اسرائیل عبد الله 40 سنه ثم قرب قربانا فلم يقبل منه، مردی در بنی اسرائیل 40 سال خداوند متعال رو عبادت کرد، سپس یک قربانی داد به درگاه خداوند متعال، اما خدا این قربانی را قبول نکرد. فقال لنفسه، اینجاست که هر چه کاسه و کوزه هست سر این نفس انسانی انسان خالی کنه، بشکونه. چرا؟ این نفس است که انسان رو بسیار به پستی میراند و انسان رو در تخلف قرار میدهد. ثم قرب قربانا فلن يقبل منه فقال لنفسه ما اتيت الا منك، این مسئله ای که اتفاق افتاد بر من نرسید مگر اینکه از نزد توست. یعنی اگر اشکالی هست از نفس من است، اگر یک جایی گرهی هست از این نفس هست. خطاب کرد به نفس خودش که اشکال از تو است. ما اتیتو یا ما اتیتو الا منک و ما الذنب الا لک، تمام گناه تقصیر گردن توی نفس است. قال فاوحى الله عز وجل الیه ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه. اونجا بود که خداوند متعال به این انسان، به این عابد از بنی اسرائیل وحی فرمود که حالا که نفس خودت را سرزنش کردی، گفتی این اشکال و تقصیر از نفس هست، حالا این یک بار سرزنش کردن به از عبادت 40 سال توست. نگاه کنید این مسئله تفکر، مسئله ریشه یابی در عدم موفقیت انسان در تعالی و رشد به سمت خداوند متعال،
این خودش بسیار ارزشمنده. یک لحظه انسان به خودش بیاید، یک لحظه ممکن است انسان رو از پستی و دره‌های جهنم و دوزخ برساند به قله‌های سعادت و بلندی. چرا؟ این تفکر است. ریشه این کوتاهی در قبال خداوند و تقصیر در مقابل ذات احدیت رو انسان در تفکر میتواند بیابد. انسان چرا تخلف کرد؟ فکر کند، بیندیشد که چرا حر ابن یزید ریاحی خودش را بین جهنم و بهشت مخیر دید و مردد دید و چیزی را بر بهشت مقدم مساخت. لذا آمد به سمت آقا ابی عبدالله علیه السلام، از دره‌های پستی در سپاه عمر سعد علیه لعنت الله خودش را رساند به قله سعادت و آن یاری آقا ابی عبدالله علیه السلام هست. اون لحظه و کمتر از آنی که در تفکر خودش را نگه داشت و خودش را در این موقف و در این مکان مخیر دانست، گفت من چیزی را بر بهشت مقدم نمی سازم. تفکر کرد، سعادت ابدی را برای خودش خرید، اما یارانش و کسانی که در سپاه ابن سعد بودند تماما برای شقاوت و بدبختی تا روز قیامت بلکه به این اندازه بسنده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.